بشم هشم به و نسلیخ موشه مراشا قهلت یعقوب زخوت آرابارا خیم قدوش ماگن بر همه ما باشه همه آرزوهای خوبمون به شادی و سلامتی برابرده بشه و هشم کمک کنه که اونطوری که شایسته و مورد رضایت حشم هست فکر کنیم صحبت کنیم و عمل کنیم هشم ما رو ببخشه و بدون یه و به رای راست ادایت کنه به زخوت این دیبرتورا و هارا و رخایی مقادش پاسخ 19 هستیم فصل 44 ابتدای پاراشای ویش ادونی شاعل تباداب یهودا ادامه میده صحبتاش میگه آقای من سوال کرد از غلامانش این چنین هیش لاخم آب و آخ آیا شما پدر یا برادر دارید ساریخ لاوین لازم ما بفهمیم. تعم از ساعت حد باریم یعنی دلیل بیان کردن و ارائه دادن این مطالب که یهودا میاد به خدمت یوسف از صدیق میگه یعنی چه کار داره این نطلب رو بگه تو از ما سوال کردی و اینجوری گفتی و خیلی از حرفا هم حرفای خود یوسفه داره به خودش تکرار میکنه کی لصد ایخره جواب میده لومر میخواد بگه زیرا از جنبه اجبار لا و بینامین میتاوید میگه ما مجبور شدیم بینامین رو از بابا بگیریم بیاریم و ایم ایره او ایماهم یامیت آویب یا موت آویب میده اگاتو و اگر وقتی ما بر میگردیم با ما نباشه پدر میمیره از غصتش مجبور شده یهودا این مطالب رو بگه و اینجا توضیح بده با وجوده که یه مقداری صحبت های یوسف داخلش هست بهت خیلی و سور شروع کرده که بگه ادونی شاله تبادا شما سوال کردید از ما پروش لایتا شهلت ل کیوسه با این سوال یه ای آدمی که با همسان خودش با مثل خودش داره حرف میزنه و سوال میکنه نیست که یو خلیم نوعت یعنی اگر دو نفر همسان با هم صحبت کنن خب طرف میتونه بگه من جواب, ن... جواب نده لیمنوعت شوا میمنو میتونه سر باز بزن از اینکه به سوالش جواب بده لاکی ایتا مت ادونی چون که از طرف آقایم بود ادونی شال چون آقای من سوال کرده از غلامانش دیگه اینجوری نیست که ما نتون که بتونیم جواب ندیم که من شکاخ چون اینجوریه آقا صدر اعظم از غلامانش سوال کرده بخریخ لمر لخا امیتاتان چلده باری ما مجبور بودیم که بگیم حقیقت مطلب رو و نمیتونستیم جواب ندیم و این لغت لمور رو میخواد بگه که ما مجبور شدیم تمام حقیقت رو بگیم او دیرسه به عمرو و دیگه میخواد بگه که لمور کی میله بعد از شیلا این که گفته لمور میخواد بگه بجز اون سالی که شما پرسیدی گفتی پدر دارید برادر دارید که ما نمیتونستیم حقیقت رو پنهان کنیم آسی آسیتالان و هم خیه چو کاری کردی که ما موظف بشیم که به تو حقیقت رو بگیم بدون ها علاما یعنی پوشیده کردن کی آسا و تام چون یوسف اونها رو جاسوس کرد و گفت شما اومدید بررسی و تحقیق کنید در مورد این سرزمین اسره خول امت و ما باید بود که حقیقت رو به شما میگفتیم چیزی رو پنهان نمیکردیم که میشبد به دقت و اناشی من این برو... بروگه چون قانون کسانی که مورد سوزن قرار گرفتن به عنوان رخل رخ و جاسوس شنید باقیم اینا بررسی میشن در تمام جزیات اگه هم شنید نام نوگیم به اینا حتی مواردی که مربوط به اون مورد جاسوسی نیست به این حالم یعلیم و داوار و اگه بخوان پنهان کنن رو به قلار یعنی کشته میشن سرشون بالای دار میره لازه اخری لمر بنابراین یهودا اینجا مجبور شده که اینجا حقیقت رو بگه چیز رو پوشیده نداره چون که میخواد حقانیت و صداقت خودش رو ثابت کنه پاسخ بعد میفرماید و تو مر ال عواده خوا و گفتی به غلامانت اوریدوهو الای اون رو بیارید پایین بیارید نزد من تا چشم بهش بندازم و اینی الای نگاهی بهش بندازم میفرماید که لویسپیق پروش لوی سپیق لخاله لعمه تداوار به اینو. فرصت پیدا نشد برای تو که ما یعنی تو کفایت نکردی که صحبت های این رو ما, ما رو باور کنی که ما جواب دادیم و گفتیم بلکه تو و علیده برور اخر یا خواستی که یک وضوع دیگری انجام بدی زولت بلکه میخواستی که بینیامین رو بیاریم پیش تو یعنی تو حرف ما رو باور نکردی و گفتی بعد برادرتون رو بیارید بینیامین رو بیارید و تو سه و اضافه کرده لخزه قاله اینو و اضافه کردی که سخت کنی بر ما لبد نیره پانه و گفتی که اگه بینیامین نمیاد تو رو نبینیم یعنی حاضر نشیم اینجا بودن و داوال لاوین این مطلب رو به پدرمون گفتیم ولو هایی پیدا فایده ای نداشت لیشلو اخو تو که بینیامین رو بفرسته عد اشیر کال تا, تا این که محصول تموم شد پوسترا ل اوریدو اون وقتی که مجبور شد پدر بگه خب بینیامین رو ببرید پس اینجا میخواد بگه که ما مجبور شدیم بینیامین رو بیاریم چون تو گفتی از طرف دیگه هم پدرم راضی نمیشد بینامین رو بفرسته تا ای که دیگه خوراک و تموم شد پدرم مجبور شد که ما همراه ما بینیامین رو بفرسته پس بعد میفرماید پس وقت کافخت میفرماید که میفرماید که ویتسه ها اخاد میتی پاسخ 28 خارج شد اون یکی از نزد من یعقوب آوینو میفرماید و گفتم که البته نخجیر شده به لور و ادهنا و من تا حالا ندیدمش میفرماید که ما میخوایم ببینیم اخ چرا گفته فقط یعقوب چرا گفته اخ فقط اخ که میاد برای کم کردنه و دیگه اینکه تاروف تراف چرا گفته و میفرماید که رام از به عمر و اخ اینکه گفته اخ میخواد کم کنه کی معت تارف تراف یعنی که یک کمی نخ جیر شد اخ میخواد کم کنه از تارف تراف یک کمی نخ جیر شد یعنی واقعا تکه پاره نشد آس توسط گورگویونای اونای وحشی بلکه روبوده شد از خونه که اینو لب سارت عبدود و نه در به اینکه واقعا در تنگی غلامی باشه یعنی اون قدام غلام غلام نبود یوسف یعنی آقایی میکرد تو اون غلامیش هم همه کاره شده بود بلو به سارت نه که واقعا تو زندان واقعی بود بلکه زندانی بود که خود اونجا هم همه کاره بود تو زندان خطری نبود مرگی نبود اونجا بلا زگام امر بلو ریتی و دینا و بعد ادامه میده یقبابونو میگه من تا حالا ندیدمش پس اینجا ما یاد گرفتیم که اخ تارف تراف اخ اومده کم کنه از تارف یعنی واقعا تک پاره نشد دریده نشد بلکه خب از خونه روبوده شد غلامیش همون چنان سخت نبود زندانیش همون چنان سخت نبود و ادامه میده و ندیدمش تا اینجا عرضه مگید این داره احترام میده که یعقوب آبینو مثل که ناخواسته داره نبوت میاره تا اینجا ندیدمش یش به نیمسا یعنی هستش ولی من ندیدمش الا عدایم رو راو عداتا یعنی تا اینجا و تا حالا ندیده یوسف رو یعنی یعقوب آبینو اینجا مثل که یک نبوتی از دهنش بیرون میپره و میفرماید که من ندیدمش تا حالا پس ممکنه بعدا ببینمش و ندیدمش پس هستش ممکنه زنده باشه احتمال و حقیقتا زنده است و اود ادامه میداره برای خیلی مقادش اود به عمرو اخ تاروف اینکه گفته اخ تاروف اخ لفظ میوته اومده کم کنه پیروش اخ میوت دفقا به ترفوت یعنی اینجا کم کرده فقط در اون ترفا شدن یعنی میخواد بگه که واقعا ترفا نشد یعنی واقعا دریده نشد اول به آمر خیا را اخالاتو پس خب تو که میگی واقعا دریده نشده اخ اومده کم کنه پس خیا را اخالاتو چی میگه ایونه بحشی خوردتش که در بالا فصل افار قسم بسوق سی و سخوندی میفرموید چنید کبین پوتی پوتیفر این اشاره به زن پوتیفر میکنه که این حیوان بدی بود که اومد میخواست گناکارش کنه بازه ان میوت اونجا دیگه میوت نداشت کم کردن نداشت کی که بار به اوانوت آیا مشایا گنی یعنی بالاخره اون تاثیرش رو گذار درست یوسف آوانکار نشد و تو امتحانی استاد ولی بالاخره خیارا خالات توی بونه وحشی خوردش یعنی باعث شد که ده تا بچه ها رو از دست بده یوسف صدیق شاتی دایال امید شنه ماسار سارشواتیم که در آینده قرار بود که یوسف صدیق دوازده تا پسر بیاره مثل پدرش یعقوب بینو ولی اینجا سوتای لامدوا و موچنی می که او به امساوت هارشاها به خاطر این زن پوتیفر که زن شریر و بدکاری بود ناش رو یعنی ریختند از او ده تا قطره و این باعث شد که فقط دو تا فرزند به افرایم به دنیا بیاره بنابراین اینجا اختار افتراف کم کرده که واقعا نخجی رو دریده شدن و از بین رفتن نبوده ولی خیارا اخالاتو بالاخره واسی به خودش زد درست آبون کار نشد و سب ولی باعث شد که ده سبت ازش به وجود نیاد و همون فقط دو تا فرزند منشه و افرایم بود باریم که آینده بسیار خوبی برای همه ما در پیش باشه هشم کمکمون کنه ارگون گزرهای سخت و بدی است برای همه جماعت اسرائیل دنیا رفت بشه و به جاش هشم گزر و ببره آمین که نیراسون.